سلام دوستای کلم، امیدوارم هر جای این دنیای بزرگی هستین حالتون خوب باشه. اگر اولین بار هست ویدیوهای من رو میبینید و من رو نمیشناسید، من سارا هستم و در کانالم سارا بیوتی تیوی در مورد مراقبت‌های پوست و مو صحبت میکنم. دوستان امروز هم میخوام به شکل خیلی علمی و خیلی به قول معروف تخصصی در مورد ویتامین C صحبت کنم، چون انواع مختلفش وجود داره و اینکه کدوم ویتامین C مخصوص کدوم گروه پوستی هست، با چه فرمول‌هایی هست و اینکه چه کاری برای ما انجام میده. بریم سر وقت ویدیوی امروزمون. خب دوستان کلا به شکل کلی همه شما میدونید، حتی گوگل فارسی رو اگه باز کنیم میگه که یک ویتامین C یک ویتامین محلول در آب هست و در اصل برای سلامت کل بدن ما، برای همه گروه های سنی، جنس، چه مرد، چه زن، بچه کوچیک بزرگ، همه ما به اون نیازمند هستیم. ولی وقتی که من دارم در مورد ویتامین C صحبت میکنم، منظورم ویتامین C هست که به شکل سرم، کرم در محصولات قرار میگیره و ما اون رو برای پوستمون استفاده میکنیم. اگر به شکل کلی و مروری به گذشته باشه، ویتامین C یک آنتی اکسیدان فوق‌العاده قوی هست و پوست ما رو در مقابل رادیکال های آزادی که باعث تخریب کلاژن و پیری پوست ما میشه، در از جلوش رو میگیره. یک کمک کننده در سنتز کلاژن هست، اما در کنارش وقتی که شما از ضد آفتاب استفاده میکنین، انگار یک نقش کمکی رو برای ضد آفتاب در از عمل میکنه و اثر UVA و UVB رو خیلی ضعیف میکنه. اما این به این معنا نیست که شما ضد آفتاب نزنید و به جاش مثلا از فقط ویتامین C استفاده کنید. نه، همچین چیزی وجود نداره و به شکل کلی ویتامین C ضد چین و چروک، ضد پیری هست، اما از طرفی هم جزء گروه اسید هاست، اسید هایی که برای پوست مفید هستن و باعث از بین رفتن یا کم رنگ شدن لک ها و روشن شدن پوست و درخشانی پوست شما عزیزان میشه. من همیشه در کانالم در مورد ویتامین C صحبت کردم، به این علت هست که همیشه تاکید میکنم ویتامین C رو صبح و قبل از استفاده از ضد آفتابتون، یعنی سعی کنید ویتامین C رو شب استفاده نکنید، چون این در طول روز هست که ما بیرون میریم در معرض استرس های محیطی قرار میگیریم. استرس های محیطی همون رادیکال های آزاد هستن، آلودگی هست و اشعه مضر نور خورشید. پس باید ویتامین C در روتین صبح قرار بگیره قبل از خروج از منزل. اما اگه بخوام در مورد فرمول ویتامین C صحبت کنم، میدونین که فرمولش چقدر جالب هست. ویتامین C دوستان یک ماده شیمیایی هست. مثل همیشه میگم که از کلمه شیمیایی نترسین. چرا؟ چون آب هم یک ماده شیمیایی هست. فرمول کلی ویتامین C با کربن 6، هیدروژن 8 و اکسیژن 6 هست. این شکل کلی ویتامین C هست. ولی این رو دانشمندان علم زیبایی در محیط آزمایشگاهی یک سری تغییرات رو انجام میدن که برای گروه های مختلف پوستی استفاده میشه. میریم سر وقت اولینش و مهمترینش، ال اسکوربیک اسید. ال اسکوربیک اسید محلول در آب هست و نوع شناخته شده در اصل ویتامین C هست با خاصیت آنتی اکسیدانی. در اصل نوع فعال ویتامین C هست. ما دو نوع ویتامین C داریم، ویتامین C فعال و ویتامین C غیر فعال، که اون ویتامین C غیر فعال باز دو مدل میشه، نوع استری و نوع غیر استریش، که بعدا دوباره در ادامه ویدیو براتون صحبت میکنم. الان داریم در مورد نوع فعال ویتامین C صحبت میکنیم که همون اسکوربیک اسید هست. دوستان روی سیستم ایمنی بدن نقش خیلی مهمی داره و شاید بتونیم بگیم که مورد قبول همه نیست، چون یک ماده قوی هست و با تحریک پوست همراه هست و پوست بعضی موقع ملتهب و قرمز میشه، دقیقا همون حالتی که بعضی مواقع در مصرف و استفاده از رتینول پیش میاد.
شاید مورد علاقه همه نباشه، خیلی قوی هست. درصدهای بین 5-20% داره، ولی اگه شما جز کسانی هستین که پوست های حساس دارین، من پیشنهاد میدم که 5% از بیشتر استفاده کنین. و اسکوربیک اسید حالت پایدار نداره متاسفانه، و وقتی که نور و در معرض نور و اکسیژن قرار میگیره، نور که از شیشه محصول عبور میکنه یا وقتی که درش رو باز میکنه اکسیژن و نور واردش میشه، خیلی سریع اون رو در اصل حالتش رو از بین میبره. شما مثلا یک ویتامین سی درخشان رو با رنگ شفاف گرفتین، بعد از مثلا 4 هفته یا حتی کمتر 2 هفته میبینین که رنگش به سمت زرد تغییر پیدا کرده، حتی نارنجی. و وقتی که به ویتامین سی رو به صورتتون میزنین، پوستتون یه حالت زرد پیدا میکنه. این یعنی این که همون حالت ناپایدار که در اصل فایده ای هم برای پوست شما نخواهد داشت. این مشکل وجود داره در اسکوربیک اسید و در محصولات لاروش پوسه این فرمول وجود داره. و اینکه نمیشه، یعنی وقتی که میخرین باید سریع ازش استفاده کنین، چیزی نیست که بذارید در قفسه حموم یا اتاق آرایشتون یا حتی در داخل توالت جلوی میز آینه دستشویی و مثلا 1 سال ازش استفاده کنید. نه، همچی کاری رو نمیتونین انجام بدین. چه کسانی میتونن از اسکوربیک اسید استفاده کنند؟ افرادی که پوست های نرمال دارن و پوستشون ریاکشنی نشون نمیده به محصولات و در اصل میتونیم به شکل کلی بگیم یه پوست اوکی دارن و میخوان که مثلا با اسکوربیک اسید پوستشون رو مثلا در مقابل رادیکال های آزاد محافظت کنن، یعنی یک پیشگیری رو دارن، یا میخوان که مثلا این خورده پوستشون درخشان تر بشه، میتونن استفاده کنن. اما اگر جز گروه کسانی هستین که پوست های چرب دارین یا مساعد جوش دارین، پوست های حساس دارین، پیشنهاد میدم اصلا سراغ اسکوربیک اسید نرین. محصولات که حاوی اسکوربیک اسید هستن، یکی پالوس چویس C15 هست، یعنی 15%، و لاروش پوزه 10% پیور ویتامین سی که در موردش صحبت کردم. دوستان، من تمام این محصولاتی که در موردش صحبت میکنم زیر ویدیو اسمهاش رو میذارم، لطفا کپی کنید و در گوگل کشور خودتون پیست کنید و میتونید خیلی راحت محصول مورد نظر خودتون رو پیدا کنید، ولی لینک نخواهم گذاشت. ویتامین سی بعدی اسکوربیل پالمیتیت هست. این چی هست؟ یا پالمیتات اگه فارسیشو بگیم. از نظر پایداری شبیه اسکوربیک اسید هست و مخصوص افراد با پوستهای خشک هست. یک خاصیت آنتی اکسیدانی خیلی قوی داره و مرطوب کنندگی و خاصیت مرطوب کنندگی. ولی به عنوان کسی که در مورد این محصولات دارم صحبت میکنم، شاید محصول خیلی بهتری هم وجود داشته باشه. اگر از گروه اسکوربیل پالمیتات بخوام نام ببرم، بازم برند پالز چویس C5ش، ویتامین سی 5%ش که با نام سوپر برای آی کرم هست برای زیر چشم، جزء همین دسته میتونه باشه. بعدی در اصل ویتامین سی که خیلی مهم هست در مراقبت های پوستی، دوستان، با نام باز هم اسکوربیل، این بار تترا ایزو پالمیتات هست. این چه کاری انجام میده؟ برای پوست های خشک و حساس میتونه یک انتخاب خیلی خوب باشه. حالت پایدارتری داره و کمتر اکسید میشه و تبدیل به اون رنگ زرد و نارنجی میشه. پایدارتر هست، محلول در چربی هست، خاصیت آنتی اکسیدانی داره. این خیلی اهمیت داره. روشن کننده پوست هست و از همه مهمتر که در تولید کلاژن کمک میکنه. خب حالا از دسته اسکوربیل تترا ایزوپ پالمیتات اگه بخوام محصولی رو بهتون معرفی کنم، این برند دی اوردینری این خصوصیت ها رو داره برای عزیزانی که پوست های خوش حساس دارن یا کسانی که هیچ وقت از اسید استفاده نکردن و مبتدی هستن و میخوان تازه شروع کنن، یک انتخاب خیلی عالی هست. در فول مول غیر فعال استری اگه بخوام ویتامین سی رو معرفی کنم، تترا هکسیدیل اسکوربیت هست. این در اصل ویتامین سی مورد علاقه من هست. چرا میگم؟ خیلی پایداره. وقتی به پوست میزنین کاملا از اون حالت غیر فعال خارج میشه، حالت فعال داره، خیلی سریع میتونه به پوست
نفوذ کنه یک کار خیلی مهمی که چون ما میدونیم که ترکیبات نمیتونن چون راحت از پوست ما عبور کنن، ولی این گروه تتراهکسیدل میتونه خیلی راحت به پوست نفوذ کنه و نسبت به اسید اسکوربیک و از همه مهمتر این که محلول در چربی هست که آلرژی دارند یا هر ماده که به پوستشون میخوره سری ریاکشن داده میشه بهتره که استفاده نکنن. اما به عنوان مثال از گروه تتراهکسیدل اسکوربیک میتونیم این وانی کریم ویتامین سی کرمش رو براتون به عنوان مثال هست و چیزی که مورد علاقه من هست پال چویس ویتامین سی 25% هست. هم کیف اسکینکر های من هست، این رو بهتون نشون بدم. این هست، خیلی راحت جذب پوست میشه، خیلی قوی هست و از نوع در این حالت غیر فعال هست، اما تو شرایطی گذاشته شده که نه اکسیژن بهش، حتی اگر اکسیژن و نور بهش برسه اکسید نمیشه و از بین نمیره. یک حالت ببینین کرمی داره، یه حالت کرمی داره و فوق‌العاده پایدار هست، یعنی شما میتونید حتی برای دوره 6 ماه هم در قفسه مراقبت‌های پوستتون قرار بدین. هرچند که من در روتین روزانه پوستم ازش استفاده میکنم، الان بعد از 1.5 ماه تموم شده و اوردر دادم و محصولات جدیدم داره میرسه، حالا وقتی رسید دوباره براتون یه ویدیو ازش درست میکنم. دوستان گلم، قبل از اینکه ویدیو رو ادامه بدم، اگر سابسکرایب نکردین یا یادتون رفته لطفا سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو بزنین تا در جریان ویدیوهای جدید قرار بگیرین. من همیشه سپاسگزار شما هستم و همیشه انگیزه هست برای ادامه ویدیوها. مهربون ها لایک یادتون نره و این هم اینستاگرام سارا هست. خوشحال میشم که به گروه ما در اینستاگرام هم بپیوندید. مهربونه بریم ادامه ویدیو. اشکال ویتامین سی غیر فعال غیر استری، یکی از معروف ترینش هم سدیم اسکوربیل فسفات هست، یک نمک سدیمی هست برای افرادی که پوست های چرب و مستعد آکنه هستن خیلی خوب هست، روی جوش های پلی ایتیلن خیلی تاثیر داره و اونها رو تقریبا میشه گفت که سرکوب میکنه. و اگه بخوام یک محصول از این گروه بهتون معرفی کنه، از گروه های نمکی، ویتامین سی های نمکی، ویتامین سی سراوه هست که به شکل کرم هست. اما ویتامین سی بعدی ما که در شماره 2 هست منیزیم اسکوربیل فسفات هست، این هم یک روشن کننده است. در مقایسه با اسید اسکوربیک یک فرم غیر استری ویتامین سی هست. خب جذب ضعیفی داره این محصول، گفته باشم بهتون همین الان، ولی در این حال خواص آنتی اکسیدانی قوی هم نداره، یعنی نه جذبش خیلی ضعیف است، خاصیت آنتی اکسیدانی نداره، اما یک ویتامین سی خیلی عالی برای روشن شدن پوست هست. گروه منیزیم اسکوربیل فسفات ها اگه بخوام مثال بزنم، این شکل کرمی دی اوردینری هست و گلوسیر، اینها دو تا از ویتامین سی هایی هستن که در بازار موجود هست با منیزیم در اصل. اما ویتامین سی بعدی در اصل اسکوربیک گلوکوزایت هست، یعنی با بیس گلوکوز، یکی یک جذب خوب پوستی داره این این نوع ویتامین سی و با اینکه غیر فعال هست وقتی که به پوست زده میشه یه حالت در اصل فعال پیدا میکنه و شروع میکنه به کار کرد بر روی پوست شما. گروه ویتامین سی های حاوی گلوکوز اگه بخوام براتون نمونه بیارم، دینکلیست، این محصول حاوی در از همون اسکوربیل گلوکوزاید هستش، دینکلیست این هست. بعدی ویتامین سی که در از اتیل اسکوربیک اسید هست، این هم نوع غیر فعال هست برای باز دوباره کسانی که تازه میخوان از ویتامین سی شروع کنن، سد پوستیشون آسیب دیده، پوستهای ملتهب و قرمزی دارن، از
اتیل اسکوربیک اسید استفاده کنن. اما اتیل اسکوربیک اسید تو کدوم محصولات وجود داره؟ یکی از جالبترینش در محصولات جوزن هست که یک محصول کره‌ای هست، یک ویتامین سی سرون داره که تو عکس دارین میبینینش. این هم بعد این محصول انگلیسی هست ولی میدونم که در آمریکا وجود داره، نمبر 7. و عزیزانی که در اروپا هستن خیلی راحت میتونن از انگلیس سفارش بدن. نمبر 7 هست با ویتامین سی 15% که در از همون اتیل اسکوربیک اسید هست و مخصوص پوست‌های قرمز ملتهب با سطح دفاعی آسیب دیده و برای مبتدی‌ها، کسانی که تازه میخوان با مثلا اسیدها وارد روتینشون بشه، میتونه یک انتخاب خیلی خیلی عالی باشه. دوستان من تمام این گروه‌های در اصل ویتامین سی های مختلف رو زیر ویدیو براتون میمیسم، مثال محصولات رو هم براتون میذارم. فقط اسم محصول رو شما کپی و در کشوری که هستین پیست کنین و لینک محصول نخواهم گذاشت، چون لینک تمام محصولاتی که بخوام بذارم به مخصوص آمریکاست و مخصوص فروش در اونجاست و قیمت ها به دلار هست. به خاطر همین بهتره که از این روش استفاده کنیم. این هم از ویدیوی امروز مهربون ها. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و پایانی باشه برای تمام سوال هایی که شما در استفاده از ویتامین سی شاید گیج بشین، شاید تفاوت داشته باشه، بعد یک قیمتش مثلا خیلی بالا میره به 60-70 میرسه، یکیش قیمتش میاد خیلی پایین. این تفاوت هاست، ضعف و قدرت، نقطه ضعف و نقطه قوت ویتامین سی در محصولات هست که یه خورده تفاوت ها رو ایجاد میکنه. واسه امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه، به اندازه کافی آموزنده باشه. سارا خیلی دوستتون داره، لطفا سوالاتتون رو مطرح کنین. هر چی هم که مربوط به این ویدیو بود یا نبود، واسه سوالاتتون رو مطرح کنین و اگه سوالی نداشتین و حوصله نداشتین با یک اسمایلی سارا رو خوشحال کنین و خیلی دوستتون دارم و تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار همه شما.